دوستان سلام، با نرم افزار جدید گروه دکتر آدمیان در خدمت شما هستیم. سایت و نرم افزار جدید، اولا آدرس شما خدمتتون بگم. ببینید آدرسش هست انجمن نقطه معلم فناوری دات آی آر. داریم چند تا آدرس دیگه درست میکنیم. کسانی که از نرم افزار اندروید استفاده کنن احتیاج ندارن که سایت رو وارد کنن. توی نرم افزار وارد میکنید، میزنید دکتر عالمیان وارد میشه. چجوری وارد نرم افزار میشید؟ نرم افزار رو دانلود میکنید، تو گروه قرار میدیم، نصب میکنید و بعد از اینکه نصب شد وارد انجمن میشید. انجمن رو بزنید یه همچین صفحه ای باز میشه. اگه دوست نداشتید بیایید همین آدرس رو بزنید. آدرس بود، البته ما در صدد هستیم که یه سایتی برای دکتر تهیه کنیم که همه وارد اون بشه. آدرس هست انجمن نقطه معلم فناوری دات آی آر. این سایت برامون باز میشه. خب دقت کنید، برای ورودتون نام کاربری پسورد میخواد. اولا من یه توضیح بدم نسبت به گروه. ببینید در اینجا تدریس، مثلا تو قسمت تولید محتوا تدریس کامتازی انجام شده و وقتی روش کلیک میکنم میتونم اینجا جلساتو ببینم. به معنی رو جلسات کلیک بکنید یا تو گوشیتون چیز رو ضربه بزنید میتونید وارد سایت بشید. صفحه آموزش رو میزنید وارد نرم افزار میشید. یا اینکه بیایید مثلا اینجا سوال بپرسید. مثلا تو زیر جلسات کامتازیا مثلا میایید اینجا، خب چون جلسات این قسمت بوده دیگه، میخواید پاسخ جدید بدید، یعنی میخواید سوال بپرسید، این پاسخ جدید رو میزنید، اینجا سوالتون رو وارد میکنید. اما چون الان وارد نشدیم، اولین کار اینه که شما رمز بدید و وارد سایت بشید. چجوری عضویت میکنیم تو سایت؟ عضویت رو میزنم، یه نام کاربری میخوام، مثلا من میگم ایران. خب پسورد هم پسوردی که دوست داشتید میزنید. کدوم قسمت؟ ایران. اینم پسورد. خب میگید قوانین را قبول دارم، کلیک میکنید. بعد این قوانین رو قبول کردید براتون باز میشه. اینجا یه بار دیگه میزنید ایران نام کاربریتون، رمز رو میزنید، دوبار میزنید، یعنی یه بار دیگه تایپ میکنید، اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید. اگه ایمیلتون هم ایمیل اصلیتون نیست اصلا مشکلی نداره، هر ایمیلی میتونید اینجا بذارید. مثلا من میتونم ایمیل اینطوری بذارم، مشکلی نداره. ولی زمانی که پسوردتون یادتون بره دیگه نمیتونه کمکتون کنه. برای همین من توصیه میکنم ایمیلتون رو وارد کنید که دیگه مشکلی نداشته باشید. عرضم به حضور شما که این قسمت هم اگه معرفی داشتید وارد میکنید اسمشو، نام خانوادگی خودتون رو میزنید. ببخشید، بعد سنتون رو میزنید اگه دوست داشتید، اگه نه که مهم نیست. یه کدی هم پایین داره 62 79، ثبت نام رو میزنید. بعد از اینکه ثبت نام رو زدید، خوش آمدید با نام ایران، موفق ادامیز بود. حالا اگه سایت رو یک بار دیگه باز بکنید، نگاه کنید، من یه سایت رو میزنم یا میام تو نرم افزارم سایت رو باز میکنم، اینجا میتونم اون نام کاربریم رو بزنم. چی زدم؟ ایران. پسورد من 8 رقم 6 رقم میتونم باشه. ورود رو میزنم. وقتی ورود زدم به نام خودم باز میشه توی سایت. ببینید حالا میتونم مثلا برم تو تدریس کامتاسیا، درسته؟ اینجا میخوام تو جلسات آموزشی بیام اینجا سوال از این شخص بپرسم. میام میگم اینجا پیام خودش داره، ببخشید چه خودمونم تعریف میدیم، ببخشید این که برنامه کار نکرد. خب ارسال پاسخ در حال انتقال اطلاعات با موفقیت ارسال شد. چه چیزی ارسال شد؟ جواب شما اومد. ببینید اینجا وقتی ارسال شد، شخصی که میخواد جواب بده یا خودتون میخواد جواب بدید، میایید نقل قول رو میزنید. بعد از زدن نقل قول میایید اینجا، دقیقا توی قسمت پایین برنامه، یعنی اینجا میایم
جوابو می‌نویسیم توی این قسمت. اینتر رو اینجا می‌زنم و هر جا بود اینجا شما می‌تونید کلیک کنید و جوابتون رو بنویسید. ناکن ارسال موضوع. به من اینکه جواب میدم نگاه کنید زیر جواب من اومدش. زیرش اومد که من جواب دادم. ببینید. حالا میخوای این دوتا رو باز جواب بده. این دوتا اصلا کلا اشتباه کردن. باز نقل قول رو میزنم. نگاه کنید جواب اولم میاد. مثلا ایران گفته. اینو ایران گفته، باز ایران گفته. ولی من میخوام این زیرش بنویسم. میام یه دونه روی این قرمز کلیک میکنم، بیاد پایین، جواب خودم رو میذارم. از این شکلک هم استفاده کنیم. حالا آره. خب جواب میدیم و ارسال موضوع رو میذارم. ببینید به مثل که ارسال موضوع رو بزنید، الان زیر این جواب رو نها کنید، این ستا اومد. دیگه نمیتونید حذفش کنید پیاما. اون رو دیگه میتونه کی این کار رو انجام بده؟ اون رو میتونه خود مدیرهای گروه انجام بدن یا شما رو حذف کنن یا هرچی. رو اسمتون اگه کلیک بکنید میتونید تغییر بدید. نها کنید من الان رو اسمم کلیک کردم، میتونم کاربر انجمن، میام اینجا تاریخ عضویتمو ببینم، اگه اینترنت یا سایتی داشتم اینجا بذارم و هر کاری که بخوامو میتونم انجام بدم. رو اسم خودم میتونم کلیک کنم تو قسمت پنل کاربری، این باز همین صفحه باز میشه. حالا دقت کنید دوستان، تو صفحه اصلی مثلا شما تدریس دکتر انجام شده، الان ما فعلا قرار ندیم مثلا تدریس خانم روزه، تدریس دکتر، اینجا تو تدریس تدریس ساده شده دیگه، نمیاد زیرش جواب بنویسید. میاد تو مشکلات ریاضی مثلا میاد سوال، اینجا هیچ موضوعی درست نشده. میبینید خودتون یه موضوع درست میکنید، میذارید موضوع جدید، یعنی موضوعی نبوده که ببینید تو این لیست انجمن ها هست، موضوع جدید رو میزنید. بعضی موضوع جدید زدید یه عنوان انتخاب میکنید برای موضوعش، مثلا تمرین صفحه 3. سلام خدمت دوستان، بذار من پاس کنم بنویسم. من تایپ کردم که وقتی من گرفته نشه، زدم تمرین صفحه 3 6م، بعد اومدم اینجا گفتم چی؟ گفتم تمرین سلام خدمت دوستان، تمرین صفحه 3 چطور انجام میشه. خب اومدیم اینجا گفتیم، حالا مثلا این شکلی که من اینجا انتخاب میکنم از این قسمت. خب وقتی من این کارو کردم، اینجا هم یه کد میاد بهم میگه 361 رو وارد کن. می‌نویسم ارسال موضوع. خب به محض اینکه ارسال موضوع رو بزنم وارد انجمن میشه مثلا من، یعنی مدیران میتونن بخونن یا هر کس دیگه. از کجا میخونه؟ مثلا نها کنید تو صفحه اصلی من شخصی مشکل داره، میاد تو مشکلات ریاضی ششم ببینه چه کسی این مشکل دارن، میاد میبینه یه نفر اینجا سوال کرده ولی پاسخی داده نشده، روش کلیک میکنه، میاد پایین پاسخش رو میده. در این قسمت مثلا حالا هرچی میتونه جوابشو بده، ارسال پاسخ میکنه. ارسال پاسخ که بکنه دیگه جوابش برای شما پایینش میاد، یک پاسخ داده شده. شما میتونید تشکر بکنید از کسی که سوال پرسیده، میزنید تشکر، خب که ثبت میشه براش. این چه کاری انجام میده؟ باعث میشه که شخص مثلا حالا بتونه یک مقدار امتیاز کاربریش بره بالا، ولی کار نداریم به این موضوع حالا، آنچنان برامون مهم نیست. پس دقت کردید چه جوری شد؟ ما میتونیم اینجا سوالامون رو مطرح کنیم و جواب بدیم. حالا تو صفحه هستی که باز میایم که تو برنامه هم میزنید باز میشه، میایید مثلا قسمت مشکلات معلمان در ریاضی، مثلا اول دبستان یه نفر یه سوالی میاد میکنه اینجا، هم مثلا خود دکتر میتونه جواب بده، مثلا یه موضوع جدید درست میکنه، هم خود دکتر میتونه جواب بده، هم افراد دیگه که وارد سایت میشن. پس حتما نام کاربریتون رو درست بکنید. من یه بار یه نام کاربری ساختن یاد میدم بهتون. مثلا من اومدم اینجا ساختم کتاب‌های ریاضی کشورهای خارجی رو می‌خوام بزنیم، انیمیشن‌های ریاضی رو می‌خوایم قرار بدیم اینجا، مشکلات معلم‌هاست، قسمت تدریس رو می‌خوایم قرار بدیم، تولید محتوا و غیره اینجا می‌تونیم قرار بدیم. من الان یه بار دیگه خارج میشم، میگم شخصی که چطوری می‌خواد بسازه انجام بده تمرینشو، میاد اینجا، میاد اینجا قسمت عضویت، عضویت رو کلیک می‌کنه، قوانین رو قبول می‌کنه، یه اسمی برای خودش میذاره، یه رمز عبوری میذاره، مثلا یه این. خب نام کاربری تو حتما انگلیسی باشه دوستان. ال. بعد پست الکترونیکی رو هم حتما یه چیزی رو برای خودش میذاره، نام خانوادگیشو یه قسمتی میذاره و اینجا می‌نویسه این کد رو فکر کنم 11 ثبت نام.
نکنید ال یک دو سه مثلا البته نها کنید، من چون قبلا ساختم هر 12 ساعت یه بار بیشتر نمیتونم ثبت نام کنم، شما دوستان هم همینطور دیگه، هر 12 ساعت یک بار نمیتونید بیشتر ثبت نام کنید. دقت کنید به این موضوع. عرضم به حضورتون که میتونید ثبت نام انجام بدید، برای اینکه ثبت نام انجام بدید نام کاربری و پسورد رو بزنید و وارد سایت بشید. امیدوارم که بتونیم موفق تو این زمینه عمل کنید. مرسی، خدا نگهدار.